سلام، درود، سلام سلام بچه ها. اول بگین که دوباره تست کنیم صدا و تصویر خوبه. سلام مجد زهرا، حالا بذاریم لایو شروع کنیم. خونه رو هم نشون میدم. باش، چهره غمگین؟ نه، رفتم دوش گرفتم، امروز خستم، ولی گفتم قبل اینکه بخوابم یه لایوی همینطور بذارم، یه ذره صحبت بکنیم. خب پس خوبه. اوکی، بهناز. آره بهناز حدودا یک ساعت اینجا بود و بعد برگشت تهران. معلوم فیروزکو هم خونه دایی بهناز، یه واحد آپارتمان یه خوابه هست. حالا پاشدم نشونتون میدم، بذارین یکم بیشتر بشم بچه. بعد در مورد روزایی که قراره اینجا بمونم گفت که هر چقدر دوست داری میتونی بمونی، بعد هیچ محدودیت اینجا نیست. آره من تنهام و خیلی عالی شد، این تنهایی رو نیاز داشتم یه چند روزی، حداقل دو سه روز. حالا قضیه بهناز رو هم میگم که کی بوده و چطور اتفاق افتاد. از خونه شقایق تا کی بودید؟ تا امروز صبح. بلندتر صحبت کنم، بلنده دیگه، نمیدونم. چایی هم میذارم. آره ببینید، چیپس هم آوردم، میخوام چیپس بخورم. یه ذره گشنمه. این چیپس رو بهناز، بهناز کلی وسایل آورده، یه دونم احتمالا این کیک رو بخورم. حالا یکم دیگه باز میکنم و میخوریم. این چه زندگی درمانی میشه که تنها باشی خونه مردم. من فعلا اومدم دو سه روز استراحت بکنم. خب انقدرم هوا اینجا خنک و ترتمیزه توی فیروزکو. من اولین بارمه، البته رد شده بودم از فیروزکوه، ولی اینجا نمونده بودم. هواش خیلی خوبه، خونه هم اوکیه، در حال خود درمانیه. آره دیگه، من همیشه در حال خود درمانیم. دایی بهناز مکه رفته؟ نمیدونم. موهامو کوتاه کنم؟ آره موزرم مونده خونه سمین، میخوام یه ذره باز کوتاه کنم موهام یه چند روز دیگه. این درمان تمامی نداره، برای خلای برای خودت بگیری. چی؟ برای خودت بگیری زندگی کنی. فردا صبح قراره، بهناز گفت اینجا سمت چیزی امامزاده هست، پشت اون یه کوهه، گفت اونجا خیلی خوشگله. قرار فردا برم اونجا. حالا رفتم اونجا، یه لایو هم از اونجا میذارم، اون شما هم میبینین. فاطمه، آقا وحید من شماها رو دوست دارم، نمیدونم چرا جواب من نمیدید. خب الان دیدم کامنتت رو. حرفای مجید رو قبول داری در مورد خودت؟ خب من بهش گفتم که بیاد در لایف صحبت کنیم در موردش دیگه. من از تو خوشم میاد. مرسی. خب بذاریم من در مورد بهناز یه توضیحی بدم که شما هم بشناسین که اصلا من خونه الان کی هستم. البته توی کانال هست، بچه هایی که
تو کانال هستن حتما که مطلع هستن از اتفاقات امروز، ولی خب بعضی ها که به هر حال تو کانال نیستن اینجا من توضیح میدم. بهناز از فالوئرامونه. من چشام داره میسوزه. از تلگرام به من پیام داد چند روز قبل، روزی که از رشت برگشته بودم تهران و قرار بود که برم خونه دوستای سمین. بچه کامنت ها رو حالا نمیبینم، یه چند دقیقه اینا رو توضیح بدم بعد کامنت ها رو باز میام جواب. قرار بود که برم خونه دوستای سمین. از اونجا که من خارج شدم از، یعنی در رفتم از خونه همون حاتمی که همون آشنای سمین بود، بهناز به من زنگ زد گفت که من توی فیروزکوه یه داییم یه آپارتمان داره و یه خونه دیگه اینجا، داییش دوتا خونه داره. گفت که با داییم صحبت کردم، میتونی که حدوداً یک هفته بری اونجا بر خودت، حالا ریلکس کنی، راحت بر خودت باشی، اونجا هم خالیه میتونی. ولی اون روزی که زنگ زد من با سمین صحبت کرده بودم، بعد صدا نمیاد. یه بار از لایو برو پایین دوباره بیا، من نمیدونم دیگه حالا از چیه، صدا خیلی کم دیگه، من نمیدونم، بزن یه ذره بیام نزدیکتر. بعد کجا بودیم؟ آره دیگه، من اون روز گفتم که بهناز من نمیتونم الان بیام چون با سمین هماهنگ کردم و رفتم خونه سمین و بعد حالا اتفاقات بعدش که رفتیم اندیشه و خونه بهار و خونه روز و حالا بقیه اتفاقات دیگه و شقایق، ما 4 شب خونه شقایق بودیم من و سحر. بعد دیگه من دیشب پریشب زنگ زدم به بهناز گفتم که اون سری که منو دعوت کرده بودی و گفتی که میتونم برم فیروزکوه و خونه داییت اونجا خالیه، اگر همچنان اون امکان هست که هماهنگ کن با داییت و من برم. بعد دیگه گفت من هماهنگ میکنم و یه چند ساعت بعدش، البته فرداش، فردا صبحش به من، ظهرش به من زنگ زد و گفت که اوکی شده و برها میتونی بیای. چیز کامنت ها رو میبینم و حواسم پرت میشه و نمیخوام هم کامنت ها رو ببندم. میتونی بیای فیروزکوه. بعد دیگه حالا قرارامون رو گذاشتیم و امروز صبح گفت که بیا سمت میدون راهن که خونه بهنازینا سمت میدون راهن بود و گفت من خودم میبرم ات فیروزکوه. و من حالا فکر میکردم فیروزکوه به تهران خب نزدیکه، مثلا یه نیم ساعت یه ساعت راهه، ولی خب یکم طول کشید حالا از میدون راهن تا فیروزکوه، حالا با ترافیک و ایناش حدودا یه 2 ساعتی طول کشید. بعد دیگه حالا خیلی صحبت ها شد تو ماشین. بعد دیگه ما ناهارم بیرون خوردیم، بهناز منو کباب مهمون کرد، کباب بناب خوردیم برای نهار. بعد هیچی دیگه، اومدیم خونه. البته پسردائیش میلاد، اسمش میلاد بود، با اون هماهنگ کرد و اون ما رو آورد آپارتمانشون و گفت آپارتمان هم هست خونه هم هست، کدوم رو میخوای؟ گفتم ولی فرقی نداره، گفت آپارتمان بهتره. بعد دیگه اومدیم این خونه و کلید و داد و بهناز یک ساعت اینجا بود و با زیبا یکم صحبت کردیم، خیلی صحبت خوبی بود که ریکورد هم شده و فرستادیم تو کانال. سیما رو حد کردیم، یه چند دقیقه با سیما صحبت کردیم چون بهناز گفت که من سیما رو خیلی دوست دارم، برای همین زیبا سیما رو حد کرد و برها با هم اون آشنا شدن و همین دیگه. قضیه خونه این بوده. بهنازم که کلی، حالا عکسش رو هم گذاشتیم تو کانال، کلی از خونهشون وسیله آورده،
نمیدونم پیاز و سیب زمینی و برنج و رب و چایی و قند و اینجور چیزا. بعد موقع رفتنم 300,000 تومان پول نقد به من هدیه داد و همین دیگه. این قضیه بهناز بود. آره خب چی نوشتیم بذاریم ببینیم که الان تو شکمت عروسیه. آره دیگه، ولی من کباب این روزا خیلی زیاد میخورم، خوردم. تو نگران عروسی توی شکم من نباش. میلاد هم پسر دایی بهناز گفت که داریم یه رستوران ایتالیایی اینجا داریم میزنیم جمعه افتتاحیه‌اش. حالا شاید منم رفتم اونجا و از اونجا هم یه لایو گذاشتم. از اینه سو باز کنم یکی بکنم بخورم. آره بهناز خیلی مهربون، اون همه راهو به خاطر من، ماشینش هم 206 بود، با ماشینش آورد و خودش هم یک ساعت نشست و بعد برگشت تهران. وحید دوست داشتی با سحر بیا کرش بیا خونه ما. باش. حالا ما در حین صحبت با زیبا بودیم که البته چند دقیقه قبلش یه خانومی به من زنگ زد گفت که اسمم رویاست و گفت لایوت رو توی اکسپلور دیدم و خب تحت تاثیر قرار گرفتم و میخوام دعوتت کنم محمود آباد. من محمود آباد ویلا دارم و 3 هفته فعلا اینجام، بعد 3 هفته هم میخوام برم استانبول. من خونم استانبول، حالا دور و بر میدون تقسیمه. بعد گفت که هر روزی خواستی میتونی بیای محمود آباد و حالا احتمالا من 4-5 روزی هفته اینجا باشم و بعد پیش به سوی محمود آباد، بعد دیگه ببینیم چی میشه دیگه. میدون تقسیم نه تقسیم، آره اون اصلا تقسیم هم نیست، تقسیمه، تقسیم میدانه. چطوری اعتماد میکنی مثلا اینه کیان روانی نباشن؟ نه دیگه خوب همه چیز تا الان که خوب پیش رفته، همه چیز عالیه. موهام، آره موهام خیلی سفید شده مخصوصا این قسمتش، من خوشم میاد. چند روز دیگه بهناز بدبخت رو باید ببینیم. خب دیگه بهناز ما رو میشناسه دیگه، میدونه که من، مگه من نمیشناسه؟ و میگفت که اندازه زیبا دوست دارم. حالا شما این هرس بخورید. سیما هم گفت که دارم میرم فردا شب، فردا شب داره میره لس آنجلس. بعد گفت یخچالم، فریزر یخچال پر کردم دیگه، نیازی به خرید نیست، هر موقع اومدی یخچال پره و دیگه نیاز نیست که تو خرید بکنی. اینم از قضیه سیما و استانبول. سمیرا چطوری؟ سمیرا خواستی بیا بالا اگر حوصله و وقت داشتی. حالا من یه ذره تعریف کردم بچه ها. کی میخوای بری ترکیه؟ احتمالا اوائل اردیبهشت.
زود خبر بده بهناز چقدر درآمد داره. بهناز گفت کار نمی کنم، خونه دارم. سیما بی نظیره. حالا سیما رو خیلی دوست دارم بچه ها. آره سیما هم خیلی خوبه، خیلی مهربونه، باشوره. سمیرا از تو متنفرم. باش اشکال نداره، متنفرم باش، ما با هم همیشه در ارتباط. سمیرا اگر هستی یه لحظه کامنتت رو بکنم، دیدم اه. اگر سوال خاصی هم چیپس رو که بهت هدیه داده، گفتم دیگه چیپس رو چیزه. زیبا هم یه لحظه اومد تو لایف، زیبا هم تو لایف. زیبا اگر هستی بیا یه ذره. آی پسر خوشبخت، من الان با فوزیه هستم، ما یه غذای خوشمزه خوردیم و خیلی جالبه. امروز اتفاقای خیلی قشنگی افتاده، خوب افتاده، خیلی آره خیلی خوب. آره خیلی جالبه. قانون جذب شماست دیگه، قانون جذب تو و سحر بگو بیاد تو لایف. من با فوزیه هستم و فوزیه تو هم خوشحالی دیگه؟ وحید رفته میگه آره، میگه آقا وحید بی جا نمیمونه. بگو بگو سلام آقا وحید، تو با لایبی ما. سلام فوزیه، آره نشونه نمیدم صداش بیاد. خوبی زیبا گفت آقا وحید چند جا خونه بشون پیدا شد، من سرکار بودم و من گفتم آقا وحید بی جا نمیمونه. دیدی؟ دیانتش خوبه. میگه دیانتش خوبه. آره واقعا من اصلا تا لحظه آخرم، درسته آدم گاهن یه استرسی میاد ولی اون ترس رو ندارم که ایگاه الان مثلا، ولی هر از گاهی یه استرس کوچولو دارم که مثلا چی میخواد بشه، ولی خب خیلی هم به بچه هوایی. آره. زیبا هوای اینجا هم عالیه ها، اینقدر خونک چقدر خوب. آره. خب سمیرا رو بگو بیاد. به سمیرا گفتم فکر کنم اگر سر تو هم هستی بیاد. سمیرا یه اتفاقی افتاده خیلی جالبه، اصلا وحشتناک جالبه، ولی باید بذار خودش بیاد بپرسه. سحر اومد بگه. سحر بیا بالا ببینم این دخترم بیاد بالا، عشقای من دیگه. یکی اومده بود یه چی بعد و بیرا به تو میگفت چرا میگی عشق من، بودم بیا تو کاری کن عشق من، تو عشق من باشی. او چه جوری سحر چی سحرم اومد اینجا بزوزی بیا برم با سمیرام کتا صحبت کرده. آره سمیرام تو لایو میخواستی سمیرام بیاری خوبه. ما یه قضای از دیروز مونده رو خوردیم، اینقدر خوشمزه به ما چسبید دو تا. آره اسماعیل بذارم اینجا بسش کنم. هیچ سمیرا خوب شده. سمیرا یه قرار مهم داره فردا ساعت 10. با کی؟ من میرم خدا بایدا. ببین من بایدا من میرم پایینا. نه یکی از بچه ها میگه که مینا اقدام کرد. بچه ها من با مینا صحبت کردم، خیلی الان
آرومه. اون موقع هم هیجانی بود، نمیدونم، به هر حال عصبانی بود. الانم چیز نیست. حالا دیگه اینم برای کسایی که میخواستین این مسئله رو بدونید، هیچ خبر چیزی داغی از طرف مینا نیست. اگه منتظره زنگه میخنده، موی من میخندی؟ نه نه بابا، نه نه واقعا خیلی هم خوشگلی. نه همه چی سوکه. آره نه موهات قشنگ سمیره. حالا موهای منم، البته منم میگم فر واقعا نه، چون من واقعا پریروز دیشب هم دیشب که هیچی الان من دو شبه یه ذره حالت روحی خوبی نداشتم، بیمارستان بودم. یعنی پری شب که برای قلبم رفتم بیمارستان، بعد تا شیش اونجا بودم، تا شیش صبح. آره. بعد دیشبم دوباره یه ذره حالم خوب نبود، دوباره رفتم. میگه هر چی سمیرا شیرین و با نمک، این سر گوشت تلخ و بی‌نمک چه. بچه‌ها واقعا راست میگین، جدی میگم ها. یعنی خود منم به این مسئله اقرار میکنم و واقعا بهتون حق میدم سمیرا رو دوست داشته باشین. سمیرا یه توانایی داره که من واقعا خودم مثلا یه وقتا احساس میکنم، میگم وقتی من یه نفر ناراحتم چقدر اون حالت عصبی و نمیدونم خشم و نفرتم بده، چقدر یه جور چیزیه. ولی سمیرا اونطوری نیست. حتی تو اوج ناراحتی و عصبانیتش هم یه محبتی تو وجودشه و همین باعث شده که خیلی دوستش داشته باشن، از جمله خود من. نه واقعیتو میگم، اصلا بحث تعریفم نیست. و من دارم فکر میکنم، چند وقتی دارم فکر میکنم که این توانایی رو بتونم از سمیرا یاد بگیرم و منم یه ذره این حالت چیزو گوشیم زنگ اورال تو لایو. من میخوام اینو بذارم کنار، تو میخوای نه نذار من خوب کنار. من یکی من قرار فردا چی بود زیبا گفت ساعت 10 بذار انجامش بده بعد میخوای الان بگی. یعنی من دیشب اومدم سمیرا یه پیام داد به من، ببین من دویدم قشنگ زیبا 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 هی کال کال کال. سمیرا به زیبا گفتم چجاش اینجوری شد، گفتم کاشون صحنه رو اسکرین رکورد گرفته بودن. آره خب الان کیه قرارتون با میخوای بگی؟ دخل نماتون شکل. نه بابا من نمیتونم، واقعا نمیتونم، واقعا نمیتونم. این ازبایی تو چی کار داری؟ بگو نمیگم. چرا تعریف شکل نمیگم، نمیخوام. من بعدن خودم برم میگم. میخوام برم چی؟ جنگ جنگ ای آقا میخوای من بگم؟ من فضولم، میخوای بگم؟ من میرم باش تو برو بعد یکی یکی رفتن. اول همه زیبا رفت بعد این رفت. ببین همه آره دیگه، تقصیر زیباست، خودش حرف رو میندازه میدوه میره. چیز بود سمیرا چند وقت پیش، نه بذار اینجوری بگم، سمیرا حالش یه ذره بد بود، هم اصلا پریشب یه جوری شد که اصلا رفت بیمارستان. چیز داشت، حالت نمیدونم قلبش گرفته بود و چی چی و فلان و اینا. دیشب هم داشت با من حرف میزد، دوباره یهو حالش بد شد که من گفتم که چیزه، مثلا گفتم حالا سمیرا یه ذره استراحت کن و فلان اینا. بیا این کیه؟ این مهندس پاندا حامد است. آره یه دفعه دیشب برای من، آره آره حامد است، دیشب برای من پیام داد که وای سحر فلان. حالا چند وقت پیشم زیبا گفته بود دیگه، گفته بود سمیرا فکر کردم حامده ای. حالا سمیرا هم چیزه، منم حدود همین الان سه ماهشه، بچه سه ماهشه. منم چند وقت پیش بود
کمتر از 3 ماه پیش بود که خواب دیدم سمیرا حامل بچه داره، بچه کوچولو داره. بعد توی یه پارک بودیم، بچه رو گرفته رو پاش داشت تکون تکون میدن. منم هی هرس میکنم بودم سمیرا این همه گرفتاری داریم، این بچه چی بود تو آورده؟ خلاصه که اینجوریه با ولی اصلا هیچ جوره شرایطشو حتی از نظر حالا فکری و اینا که بذاریم کنار، حتی از نظر جسمی هم نداره که بتونه این بچه رو نگه داره. یعنی یه جوری که حتی دیشب دکتر بهش گفته که اگه میخوای الان آمپول بزنیم که بچه بیفته، بعد گفته که نه الان نمیتونم، برای فردا قرار گذاشتم. فردا میخواد بره سقط بکنه. آره اینا هم زیبایی با شوخی میگفت نگو که واقعا اون سری قسم میرم گفت. بعد دیگه ببین، یعنی وحید من فقط میگم من احمق چرا اون اسکرین ریکورد نگرفتم از لحظه ای که به زیبا گفتم. یعنی قیافش از جلو چشم نمیره، چشمش شد اندازه دوتا تخمه مرغ، بعد کوچیک میشد بزرگ میشد، خیلی باحال بود. اگه من اون رو اسکرین ریکورد میگرفتم آپلود میکردم پیجم میلیونی میشد. برای همون پس رفتن این دوتا. میگه وحید چی حامله نیست، وحید بعید نیست باشه، هیچ چیزی از ما بعید نیست. اگه فکر میکنیم اینه که هیچ چیزی از ما بعید، تو که حامله میشی نمیدونم. الان سمیرا چند سالشه؟ سهر 40 و چنده؟ 46 سالشه. 46 راحت میتونه بچه میتونه. حتی من دیدم بعضی تو 50 سالگی 51-52 سالگی هم چیز بودن. آره میشه. عجب. خب سهر از اونجا بگوی ذره چطور راحتی؟ اتاق ببین این نقاشی های خوشگل مخصوصا اینا ببین خیلی این نقاشه. سهر اونجا کی نقاشی میکنه میکرده؟ اینا کارای دختر بزرگ چیزه محصول. ببین انقدر ما اسما زیاد مثلا توی این مدت با آدم های مختلف چی داشتی، من میخوام اسم یه نفر رو بگم هی باید چند ثانیه چیز کنم. آره کارای خیلی خوشگل برای دختر بزرگ محصوله دورسا یا گلسا. آره بعد این کاری اون است. آره اینجا قبلا اتاق دخترشون بوده، بچه هاش بزرگ شدن، هیچ کدوم تو خونه نیستن، سه تا دختر بشه دیگه، همشون رفتن پی زندگی هاشون دیگه. الان اینجا اتاق رو در اختیار من گذاشتم. فکر کنم گفتی پسر هم دارن یا پسر ندارن؟ نه نه اصلا نگفتم. پس اینا نبوده، یکی دیگه بوده، همه رو قاطی پاتی کردم. نه اصلا پسر آخه ما کلن چیزیم. آره میگه که از زیبا هم بعید نیست حامله بشه، اصلا بعید نیست. آره اینقدر کامنت ها چهار خلاصه اینطوری. و اونجا الان گفتن که چقدر میتونی بمونی معصومه اینا؟ به من که معصومه گفته تو حتی ازدواجم کردی دوباره اینجا بیا. ولی حالا معلوم نیست دقیقا. بعد ولی تو چی اوضاع خوبه دیگه اونجا؟ خونه خیلی اوکیه، یه واحد آپارتمان خالیه دیگه، یا آپارتمان یه خوابه خالی. یه جای خلوت. خب من فکر میکردم ویلای مثلا تصورم از فیروزکو این بود که شبیه یه جای مثل شمال باشه. ها اونجوریه یا چی؟ نه به اون چیزه، دور و بر کوه بیشتر، اونقدرها مثلا سرسبزی نداره. البته حالا من نگشتم، فردا میخوام
یکی دو جا برم ببینم که چطور دیگه، یه ذره پیاده روی بکنم. سو بهناز میگفت که این سمت یه امامزاده است، پشت اون سمت یه کوه خوشگلی است، میخوام برم اونجا ببینم که اونجا چه خبره. خب منم برم گرسنم برم. مرسی که اومد. ولی همه تو لایو از فرار کردن و یکی یکی من فقط موندم لو دادم. حالا دارم میرم. خب سحر تو هم برو پیشش، نه دیگه سحر اونجا راحته، اونجا خلوت خودش رو داره. حالا یکی دو روز فعلا یه استراحتی هم بکنیم. او هم خوبه قشنگی. آره خوشگله. حالا من میگم فردا میرم، فردا برم ببینم دور و بر چه خبر. نه سحر تهران نیست، سحر الان سمت کرج. بهناز معتاده؟ نه بهناز بعد سیگار میکشه. خوب کار میکنی بعد. آره واقعا همه چیز عالیه. مادر سه ماهش باشه سخت نمی. حالا اینو میکنن دیگه، فرد قرار بره که بره با سخت کنن. بهناز شوهر نداره؟ چرا بهناز شوهرم داره، دوتا هم بچه داره، یه پسرش